کال در قصر سپیدار است. ده نفرم به نفی ایست کسی صدا بالا نکرد که میتونه یک کسی هم هست، یک کسی وزیر خارجه بوده برطرف شده، همی هم کسی هست. رفت در هندوستان در خانش خواست. ما به پاس همسنگری، به پاس که همسنگری قهرمان ملیست، امروز هم در پای عکس قهرمان ملی و استاد شهید رهبر جهاد و مقاومت خون خود در برابر هر ظالم استاد هستم که برزنم. ما به پاس اینمی که در کنار قهرمان ملی استاد هست بوده چند وقت، فکر کردم که جوهره ای گرفته، این رفتم خانش. طریق مدباد میگم که اولا بفهمه، خانش رفتم که اونم جا کرده در خانش که در اولادایش هست، گفتم دکتر صاحب محترم، ما شما خواهش میکنیم که بیاین شما را کاندید میتیم. گفت که مارشال صاحب نمیپذیره. گفتم مارشال صاحب ما قناعت میتیم. گفت قانونی صاحب نمیپذیره، با ما مخالفت میکنه. گفتم قانونی صاحب ما رضا راضیش میسازیم. دیگه برادرای پنشیر گفتم میشیریم که ایشان. گفت خود استاد خواهیش نمیخواه. گفتم در درازی استاد هم میداره و همونطور هم کردیم. و به خاطر ای آدم بار بار مارشال صاحب مرحوم ما اذیت کردیم. و او بیچاره میگفت که او استاد تا میگفت والا بلا ترا دستر منزل مقصود نمیرساند، یعنی این را رهایت میکنه و ابریت میرزاره. من میگفتم نه مارشال صاحب، شما اشتباه کردیم، این تیمی ماست، رفیق ماست، از 30 سال رفیق هستیم، این در کنار آمون صاحب شهید یک در هر یک روز ذره ذره از خصوصیت آمون صاحب گسته باشه چی قشده باشه، اما ما با اشتباه رفته بودیم. خب شما بگوین که هم در 2004 اون قصه 2009 بود که آوردیم، در 2009 هم بدون هیچ نوع مشوره به اشاره خارجی ها برآمد، گفت ما در انتخابات دوری دو نمیریم. یک گیران هم کردن، یک سیاست مدار از آدرس یک مجموعه مردم بزرگ و قدرتمند تاریخی سر زمین که در عمق تاریخ ریشه دارن و عزت دارن، افتخار دارن، این درست است که پشت ما گریه بکنی، مگر اینی که سر فقر و غم و بیوه و شهید و شهیدزاده وطن خود گریه بکنی که او رو باز دیگه او عشق خدا میاره و تو گرفتن نمیتونی دمیشن. خب این گذشت، در 2009 آوردنش بسیار زحمت کشیدیم. در 2009 جا با کلیب صاحبای ما هستن چندین نفر ما شهید دادیم زیر پای شد به خاطر یا آقا، به خاطر استقبالش چندین نفر زیر پای شد، در آزه زیر پای شد، در این مسیر را زیر پای شد، بچه های کشیدی شهید شد، بچه های جای جای دیگه شهید شد، بچه های میشهر شهید شد، این خون خود این مردم به این ریختن. اما نتیجه همو که گفت ما در دوری دو نمیریم، این قصه مف شد. دلم بود که دیگه با این آدم نروم. بعد گفتم که کی را کاندید بکنم، اشتباه کردم، احمد ریا خان آمده ایگه بود، اون دارم خفه ساختم. احمد ولی خان او خدر علاقه وقت نداشه، حال علاقه داره، این اکثریت دوستار خفه ساختم، آمدیم باز از یه مرد کردیم. آمدیم 2014. در 2014 یقین به خدا کنیم که برادر تن کسی برابر زحمتی که ما شب روز کشیدیم، ما و مجموعه دوستای ما، که اگر برادر تن به برادر تن که بسیار دوستش هم داشته باشه اگر بکنه، اما ذره قدر خدمت ما رو یادم ندانست. خب این دشمنی دوام کرد، این متاسفانه یک طبیعت پیدا کرد که پنشیری ها را سنه بکشن و یک جدید که نمیفهم و وارا بسیشون علیه ما استعمال کنه و جهادی ها را در ذهن خارجی ها زده برن. اینا موانع نظم هستن، اینا موانع قانون هستن، اینا چالش فرارای تطبیق پروژه های ما هستن، اینا اسپایلر هستن. یا را باید دور بکنیم. این ریش و کله ما در اونا خوششان نمی آید. یا را باید دور بکنم. هر کس به من میگم خب پشتش نمی گشتم. بعد به من گفتن که او برادر
علی خدمتی که تو برش کردی که تو را در میدان رها کرد و علی تو حرف میزنه، فیسبوک سروانکاش گپ میزنه و او سکرتراکا و سخنگویکاش حرف میزنه، دادرس تو هر چیز میگه، دیگه چی دوباره ببین میکنی؟ گفتم بیا خیر کمی دیگه هم پیش میریم. گو خیلی دیگه مثال میدیم، امی که در خانواده قهرمان ملی تراهم نداره، به برادران مسعود شهید احترام نداره، بلکه برشان اذیت میکنه، صد مشکل و دوسر سرش خلق میکنه، به احمد ضیاء خان مسعود، برای چی بنیاد به احمد ولی خان مسعود، یه خود برادران مسعود شهید، برای یگانه فرزند قهرمان ملی احمد جان مسعود که همه چشم براز که جای مسعود شهید میگیره، با اون تو رحم نمیکنی، احترام نداری، توهینش میکنی، در مزیقه و انزوا قرارش میدی، حالا که نفوذ خود داره، مردم خود داره، گفت تو چه چیزی بهتر بس فکر میکنی که با توی با کدام مجاهد دیگه ترحم بکنم؟ اینجاست که ما فهمیدم که یادم ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، این ماری آستین است، این متاسفانه این میاله رهبری جمعیت پارت میخواد پارچه بکنه، ولی خوشا به حال اما پدر پدری همه اعضای شورای رهبری که در دامنی اون نمیره میکره میخواه پول بته، سکرتریت باشن، مشاوریت بته، موتر بته، این بته، آن بته، جذب بکنه، اونا جذب نمیشن، ولی یک تعداد دغل و بغل دیگر را جمع کردن و روان میکنن برام شورای انسجام پیش رئیس جمهور. او عزت فروش، تو در خانه که کلان شدی نمک خوردی، از نام جمعیت تا این دب رسیدی، متاسفانه که یک روز گفتی که من جمعیتی نیستم و رفیق شخصی اما شما مسعود بودم، که رو باز پس پشیمان شدی، ولی به هر شکل دینیمی خانه کلان شدی، از این خانه نمک خوردی، تو چطور چند تا یک کسی که یک خیشی کرده و که رئیمی اداری امور دختر داده دختر گرفته و برتباطی اینیمی رقم خیشی و اونم رقم وصلت، اینا میرن از کلا با کلا میشن چند نفر پیدا میکنن پول بدهن، یکم تشی چوکی پیدا واده میتا، خود این نر از سفیر ترکیه واده کرده بچه‌ش در چی واده کرده در شارولی کابل و دخترش کدام جای دیگه واده کرده و یکی را در تخار واده کرده یکی را در جای دیگه واده کرده، تینمی یا خوش میشن یا را میبرن نمایش نشان میده که ما در بین جامعه نفوذ داریم. اینا اکثریت اینا دور از بس شخصیت‌ها که بشه احترام داریم هنوزم. اکثریت دیگه اینا استفراغ شده جامعه است. جامعه به اینا کم نمیشه. جامعه اینا را از پیش روز پرسان میکنه با کمک خداوند. اما تو ریاست جمهوری چرا این تخریب قبول میکنی؟ چرا این پارچگی و نفاق قبول میکنی؟ به اتفاقی مشهور هستیم. جامعه تا چند پارچه کردیم میخوایم بکنیم. تاجیک همون قسم، ازبک همون قسم، عرب همون قسم، ترکمن همون قسم، هزاران همون قسم، پارچه پارچه کرده رو سیاست تفرقه بیاندازه پارچه بکنه حکومت بکنه، این نمیشه این باید پس بگیره. صدای ما به برادرای پنشیر و بستگان عمر صاحب شهیدی است، آیا اضافه از این هم برای تو نیاز هست که دشمنی خواهی تثبیت بکنن؟ با فامیلی قهرمان ملی که برای تان خط سرخ است. تابوز خیانت میکنه به همسنگرایش، احمد ضیاء خان خانه شم، احمد ولی خان از خانه نمیمانه برای های امرالله خان یک وزارت بی وزارت اونجا برد یک رنگش کرد پس خانه نشینش کرد، حاجی صاحب بهلول خانه نشین کرد، عتیق الله خان بریاله خانه نشین کرد، گلیدر خان یک قماندان زنین در خانه نشین کرد، قدم محمد خان که مصفه شده خوره ایچ خبرسانش نمی کنه، عمر صاحب دقیق یکی از دوست داشت دنی ترین مردم پنشیر و عمر صاحب شهید است، خانه نشینش کرده، اما قسم ده ها و صد ها فرماندانی دیده شمار زمین، اما قسم و گفته شما کمالشی که خوارزاده خدا آور وزیر ساخت، از شورای رهبری جمعیت گرفت خوارزاده خودش بسار شر نیست، یک کسی که دعوای ملی میکنه، یک کسی که دعوای سری همه قوم میکنه، وزارت از رهبری جمعیت را جور میکنی و رئیس جمهور میپذیری میقبولانی میاری خوارزاده خودت این میکنی که اوه شرم باد،
اگرچه آقای مسعود بچه خوب است، برش احترام دارم، هیچ مشکلی ندارم، اما دیدگاه اینا را من میگم. مشکل بینیمی حد است که همه را در پدگاه سقوط برابر کرده رئیست، ولی زورش به ما به کمک خداوند نمیرسد. ما تمامی توطئه را خونسا میکنیم. اینمی سرزمین شمالی بزرگ، سرزمین پناهوری که داره پروان کامسان پشیر سرکار تا آخر کودامن، حتی شمال کابل خیرخانه، اونجا میلیون انسان اونجا خوابیده است، صدها کادر دارن. امان الله خان گذر خانه نشین کردی، جانامت خانه که سرماندی مشهور است گپش گوش نمی کنی، آجیز مرای پیکان از نظمی آمه پسش کردی، خانه نشینش کردی، ایار سه گاه خماندان زون بود، گاه پولیس بود و گاه زون بود و گاه سردی بود و پوزیشنهای کلان اجرا کرده، فضلین خانه ایار خانه نشین کردی، جاناسب شریف خانه نشین کردی. خب یاد من نمیاد دیگه، خماندان بسیار زیاد است که اونا آیسه برای خانه نشین کردی، دکتر صاحب زیار هم نمونی که به امنیتی میدی را پیدا بکنه. خب با این صاحب الماس تو خصومت میکنی، با اقبال صافی تو خصومت میکنی، در چکی نبیه زراری مقبول اخو در کاسه سر آب داری. زراری مقبول یگانه وزیر شمالی بود که هم در داخله هم در خارجه، هر دشمن هر چی که میگه بگویه، یکی هر چی سواد داشت، این آدم تجربه، جرأت، جسارت ادایی داشت، آن چنان درخشید زمان وزارت امو، تو دانا خدا 20% مشکلات یعنی زمان نداشتیم که نداشتیم، همه نظر اکمالات، همه نظر مدیریت، همه نظر شخصیت های خوب. در وزارت خارجه خوب درخشید آقا، بسیار جوانان را کدر تعیین کرد، بسیار نابترین کسا را سفیر تعیین کرد در کشورهای خوب با مشوره آقای کرزی صاحب. اما در این سطح ها تخریب کردی، تبلیغ کردی، با کرزی صاحب تو تخریب میکنی، با شمالی تو تخریب میکنی، پنجشیر تو ایران که در رئیسی، حالی چسبیدی به جان ما، دندانت به جان ما نمیخله، دندانت هم مشک نمیخله. بیست تا 30% اگر جناب رئیس جمهور علیه ما در پس شدن ما تلاش کرده باشه، 70-80% دیگه دکتر عبدالله کرده. سفر رفتن به قندار برای کمپاین خود، در هر یک مجلس محرم میشینه میگه که این ایمه چالش هست برای ما، باید یه رسل را پاس کنیم، یا رسل را پاس بکنیم. کی اسپایلر است؟ این مخرب است، این جلی برنامه های ماست، این را پاس بکنیم. دلیم بادارانش این قصه. باز تکرار میکنم که 30% اگر 20-30% اگر رئیس جمهور تلاش کرده باشه به برطرفی ما، چون واقعا مسلمان زیاد گپا زده میشه، به خاطر شما ملت، به خاطر بی‌نظمی و به مشکلات که در این نظام وجود داشته، 70-80% دکتر عبدالله ماری آسین علیه تخریب کرده و مشکل خلق کرده. دندانایی که سر مایی تیز کرده، دندانایش با کمک خودم میکشیم. تشکر. خب بالاخره یک کاندید جمعیت است. جمعیت حق داره که کاندیدش تغییر بده. جمعیت حق داره، چون یه دی توافقی است، انتخابی نیست که رئیس جمهور شده باشد باز حزبش بگه اگر حالا بگذاریم که چون مسئله انتخابات است و قانون اساسی توضیح کرده و روشن ساخته که کسی که برنده میشه ملیس رئیس جمهور تا با جرم خیانت ملی مرتکب نشه یا مرض مزمن، اینا 5 سال خود باید بگذارن، 4 سال یا 5 سال خود بگذارن.
اما ریاست اجاره خیلی چیز توافقی خیلی قانونی است. جمعیت حق داره که پست خود عوض بکنه یا حق داره که برایش بفهمانه که اینی کار را بکن اینی کار را نکن. سر ما مسئله ولایت که حالی داغ است، کلا وزارت خواستن و کلا سفارت خواستن و کلا یک خواستن و علایی خواستن. ما برتان میگم که با وجود که ما صلاحیت برای رهبری جمعیت داریم، در راست محترم سلاوالدین خان ربانی فرزند ارشد رهبریم و بخی اعضای رهبری، هر صلاحیت هر تصمیمی که میگیرن فیصله که میگیرن صلاحیت دارن و برای ما مرایل اجراستون بیعت شرعی دارم تا امروز در جمعیت پا فراخ نمانیم، اطاعتش برای ما واجب است. اونا هر فیصله که میکنن مرا میگه که برای اشعر مزار میبرایم، اگه برو خانت بیشی میشنم. اجازه بتن شما که نمیمونه خیره بانگی میگه بگو. مثال میگم دفتن مرا پس نمیکنم اونا، مثال میگم که چون اطاعت شرعی دارم، اگر مرا بگه که این لحظه الهک اعلام میکنم، مرا بگه که محکم کو چنان کوی نمی گندوکش کوی نمی ملکه و الورز کوی نمی سیف الدین و علی باتور محکم کنم که پای هیچ کدام ماش ماشور نخرا و هیچ کس طرف ما آمده نخرا.